چطور بود؟ خوب بود. الان چی میشه؟ فکر میکنی یوسفو بهمون پس میدن؟ هر حرفی که زدین تو پرونده خیلی تاثیر داشته. به احتمال زیاد یوسفو پس میگیریم. مبارکه هممون. کی میتونیم یوسفو پس بگیریم؟ وقت زیادی نمیگیره. احتمالاً یا امروز یا هم فردا. فردا؟ بیه همون خیلی خوشبوان. خالم هم همین بوره میده. ببین یوسف جان، دلت برای خالت تنگ شده؟ اما وقتی این پیشمه فکر میکنم خالم کنارمه. خیلی زود میتونی خالتو ببینی. خب کرابیه بخوریم. خیلی خوب. اینو که بخورم انشالله میتونم آروم بخوابم. نه، وگرنه همش فکر میکنم. با خیال راحت بخواب. خبرای خوب داریم، مژده بدین. فردا یوسف برمیگرده. چی؟ یوسف برمیگرده؟ یوسف میاد زوهن؟ پسش دادن؟ راست میگی؟ ها؟ آقای وکیل گفت فردا به سلامتی میاد خونه. یوسف برمیگرده، برمیگرده. یوسف میاد. اقبال، چطوره برم با یامان حرف بزنم؟ برو عزیزم، برو. چشممون روشن. چشممون روشن. چشم هممون روشن. زنده باشی سوال. خیلی ممنون، خیلی ممنون. اون همه تلاش، همشون با خاک یکسان شدن. آبجی، وکیل گفت حرفای خاله امولش و یامان خیلی تاثیرگذار بوده. نمیارنش سوال. یعنی چی که نمیارنش؟ مگه نشنیدی که من چی گفتم؟ آروم باش، نمیخواد نگران باشی. یعنی چی؟ صبر داشته باش سهل جان، خودت میبینی. عمه جون، افتادین تو زحمت. میذاشتین خودم دم میکردم. چرا خودتونو اذیت میکنید؟ چه زحمتی دخترم، تو تمام روز داری کار میکنی، یه لحظه بیکار نمیشی؟ استراحت کن، یکم بشین دخترم، استراحت کن، راحت باش. دستتون درد نکنه. وای، داشت یادم میرفت. میدونم وقتش نیست، اما خوشم اومد عمه جون. یه هدیه کوچیک از طرف من. چرا خودتو انداختی تو زحمت؟ خیلی گرون قیمته. این چه حرفیه؟ دستتونو بیارین جلو. این چقدر قشنگه دخترم، عزیز دل من. دقیقاً چیزیه که دوست دارم. از کجا فهمیدی؟ دل به دل راه داره. کاش داداشم زنده بود و میدید عروسم چی برام خریده. کاش عمه جون، کاش. دخترم چایی تو بخور تا سرد نشده. برات یه خبر خوش دارم. نمیدونم اسمش چی بود، کیراز بود، مصیبت بود، درد سر بود، امروز برای همیشه از اینجا گم شد و رفت. روک و پوز کنده باهاش حرف زدم، گفتم دیگه باید از اینجا بری.
خب شاید برای کیرش سخت باشه، اما فکر کنم بهترین کار همینه عمه جون. معلومه دختر گلم. ببین عینه یه مار افعی اومد و میونتون رو خراب کرد. اصلا دلت نسوزه، نمیخواد نگرانشم باشی. بعد این بدشگون رابطه تو و علی هم درست میشه. علی نشون نمیده عمه جون، اما به خاطر فوت عمو آسمان خیلی ناراحته. خب وقتی علی حالش بد باشه یا ناراحت باشه چطور میتونم در مورد خودم فکر کنم؟ علی خوب باشه برام کافیه، تنها چیزی که برام مهمه همینه. آفرین دخترم، علی قدر تو نمیدونه اما یه روزی میفهمه. اون دختر با جادو جلوی چشمش پرده انداخته، این خونه رو پر از سیاهی کرده، اما خدا رو هزار بار شکر از این خونه گم شد و رفت. منظورت چه که میرم؟ چرا میخوای بری؟ دیگه درست نیست تو خونه با شما زندگی کنم جناب سرهنگ. در ضمن عمو عثمانم که دیگه نیست. عموم تو رو به من سپرده. وقتی خودت هم اینو میدونی چرا میخوای بری دختر؟ از برادرت قایم شدی، به نظرم فراموش کردی. نه فراموش نکردم، اما تا آخر عمر که نمیتونم اینجا بمونم. خودم از پس خودم میتونم بر بیام، نمیخواد نگران باشین. عمه سلطان چیزی بهت گفته؟ ببین بعضی اوقات نیش و کنایه میزنه اما قصد بدی نداره. اگه حرف بدی زده؟ نه جناب سرهنگ، همچین چیزی نیست. عمه سلطان چی میتونه بگه؟ به اون ربطی نداره. من فکر میکنم بهترین کار همینه. فکر میکنم قولی که به عمون دادی رو فراموش کردی، اما من خیلی خوب به خاطر دارم، واسه همین نمیتونی جایی بری. الانم از اینجا پاشو و مستقیم برو خونه، بهونم نمیخوام. جناب سرهنگ گوش کنین، این موضوع تموم شد، برو دیگه، یه راست میری خونه. نه نیازی نیست بیایی بارش. خب منم دارم میرم، این موقع شب کی میاد غذا بخوره؟ باشه فهمیدم، به امید دیدار. الو سالی، ببخشید نتونستم زنگ بزنم، اتاق یوسف آماده می کردم. ملاقاتمون خیلی خوب بود، وکیل گفت امکان داره فردا یوسف برگرده. راستش نمیدونم خوشحال بشم یا ناراحت. منظور چی؟ خب از این خوشحال میشم که یوسف میاد پیشت، اما وقتی میگی ملاقات خوب گذشت به این معنیه که حقیقتو بهشون نگفتی نه؟ تو میتونستی یوسف رو نجات بدی، سرپرستیشو میگرفتی، نباید این فرصت رو از دست میدادی. همونقدر که یوسف به من نیاز داره به عموشم نیاز داره. سلیم بعدن حرف میزنیم، الان سرم یکم شلوغه. در ضمن ممنون که زنگ زدی. مراقب خودت باش. ممنون تو هم همینطور.
وسایل بازی که برای یوسف میخواستی و سفارش دادم، تا فردا شب میرسن. خیلی ممنونم. اومدم بگم که یوسف آماده شده. گفتی میخوای تزیینش کنی، اگه میخوای بیا. ممنون عزیزم، الان میام. این که پیشت باشه فکر میکنی خالت بغلته؟ میندازم تو توالت دیگه خالت هم نیاد کنارت. بدش من، بدش. نمیدم، گفتم نمیدم. گفتم بدش کن. پس با من لج میکنی؟ دستاتو میشکنم بچه ننه. بده بچه ننه، بدش من. گفتم نمیدم. چی کار میکنی دیوونه؟ منو ببین، داری اعصابمو خورد میکنی. بدش من. نمیدم. ولش کن. ولم کن. شماها دارین چی کار میکنین؟ چی کار میکنین؟ برین کنار. یوسف خوبی عزیزم، بیا ببینمت. میخواستن چی رو ازت بگیرن یوسف؟ هیچ کسی حق نداره وسایل کسی رو به زور ازش بگیره، فهمیدین؟ الان هر دوتون برین بخوابین. یوسف جان عزیزم، تو هم بگیر بخواب. کسی از جاش جم نمیخوره، میام کنترلتون میکنم. فکر نکن قصر در رفتی، حالتو میگیرم. علی پسرم، توی ای بابا، مگه تو نرفتی؟ تو که گفتی با علی حرف میزنی و بعدش هم از اینجا میری. با جناب سرهنگ حرف زدم اما اجازه نداد برم. عمه جون هر کاری کردم قبول نکرد. خدا میدونه بهش چی گفتی و بچه رو فریب دادی، بعدش هم بدون اینکه خجالت بکشی پاشده اومدی اینجا داری میگی نذاشت برم. من از خونه انداختمت بیرون دختر، تو چرا انقدر بی وجدانی؟ معلومه که اون نمیذاره بری، تو هم از این فرصت استفاده میکنه، روی انگوش میچرخونیش. نمیخواد برای من فیلم بازی کنی. اگه علی میگه از اینجا نرو، تو باید قبول نکنی. وقتی تو اومدی جنازه یه داداشم از این خونه رفت، قلبم تیکه تیکه شد. با چه روی هنوزم تو این خونه وایستادی؟ ها برو دختر، برو برو، بیشتر از این اعصابم رو خورد نکن. برو دختر برو، انشالله رو پای خودت وایسی و
یه زندگی خوب واسه خود درست کنی. دیگه نمیخوام اینجا ببینمت. برو دیگه. اگه یه ذرم وجدان داشته باشی دیگه پا تا اینجا نمیذاری، فهمیدی؟ برو دیگه. تو هنوزم اینجایی؟ وقتی تو رو میبینم همه یه بدنم آتیش میگیره. اگه میخوای منم استعدادشم سکته بدی و بکشی بمون، وگرنه گور تو گم کن و برو. امروز خیلی خسته شدی. میدونی وقتی یوسف میاد میخواد باهات حرف بزنه تو میگیری میخوابی. کافیه یوسف بیا. تمام شب بیدار بودنم و قبول دارم. خدا کنه آقازاده برگرده خونه. انشالله. خب دیگه شب بخیر، من میرم بخوابم. شب بخیر خاله دلت. به خاطر کمک ممنونم. این چه حرفیه دخترم، وظیفمه. هنوز نخوابیدی؟ فکر کردم عدالت اینجاست، قهوه میخواستم. رفت بخوابه، من برا درست میکنم. اینا همش مال یوسف هم؟ آره، یوسف همشونو دوست داره. از دیدنشون خوشحال میشه. گوش میدم، به نتیجه رسیدین؟ چی شده؟ در مورد یوسف بود نه؟
یوسف رو به ما نمیدن. نفهمیدم یعنی چی به ما نمیدنش. خب الان چی کار کنیم؟ الان چی میشه؟ برو دیگه دختر، برو، واسه من زارزار گریه نکن. بودنت اینجا ارزشی هم نداشت، مثل تو خیلی زیاده. زود باش، برو دیگه، دیگه نمیخوام ببینمت. Thank you.
خودتو کنترل کن. باید عصبانیت تو کنترل کنی. بیرون یه بچه کوچیک منتظرمونه و فقط امیدش به ماست. نمیتونم ناامیدش کنم. خودتو جمع جور کن. برو بیرون. گفتم برو بیرون. سهر جون، این سر و صدا به خاطر چی بود؟ چیزی شده؟ یوسفو به ما نمیدن. تصمیم گرفتن تو پرورشگاه نگهش دارن. چی داری میگی؟ الان چی کار کنیم؟ یعنی یوسف بر نمیگرده؟ یه همچین چیزی امکان داره؟ امکانش هست یوسفو به ما ندن؟ این حقو دارن. آره سهر جون، این تصمیمو یه مرجع رسمی گرفته عزیزم. ما نمیتونیم کاری بکنیم. عمه، میز چرا برای دو نفره؟ اون دختره شامشو امشب جای دیگه میخوره. غذارم خودم پختم. اینجوری بهتره پسرم. غذایی که اون درست میکرد از گلوم نمیرفت پایی. از خونه رفت. خدا رو شکر نجات پیدا کردیم. عمه چی داری میگی؟ کیراز کجاست؟ انداختمش بیرون. اون دختره یه سیاه‌بخت و بدشگون اینجا جایی نداره. چرا اینجوری نگام میکنی؟ همه میدونی چی کار کردی؟ چطوری بیرونش کردی؟ اون ماره افعی بیشتر از من برات ارزش داره. آره جواب نمیده. الو پسرم. خاله نادره؟ فرهاد خونه؟ تمومه، برای همین من جواب دادم. اگه کارت مهمه گوشی رو میبرم براش. نه لازم نیست. در مورد کار ازش یه سوال داشتم. الان یادم اومد، لزومی نداره. شما چطورین؟ همه چی رو به راهه؟ خدا رو شکر. درد هممون یکیه پسرم. شما چطورین؟ کیراز دخترم خوبه؟ چیزی لازم نداری؟ نگران ما نباشین. همه چی خوبه. خیلی ممنون. خب دیگه شبتون بخیر. پسرم کجا میری؟
من واسه قضا درست کردم. کجا برم امه؟ میرم دنبال کیراس. این دیگه چه جور آدمیه؟ اگه برگرده آتیشش میزنم. چه ها باشین، صبح شده. یه کمی دیگه میخوابم. محرم، یوسف کجاست؟ من از کجا بدونم مگه با دیگاردشم؟ یوسف، یوسف تو کجایی؟
خودشه، همین. الان برو رو دوربین دوم. آه، همینه، ببین، دقیقا همینجا. از اینجا میتونی پنجره پشت سرش رو ببینی. یکم روش زوم کن پسر. تو ادامه بده. انشالله که خیر جناب سرهنگ. چیزی شده؟ کیراز گم شده. همه جا رو گشتم اما پیداش نکردم. یعنی چی؟ نیست دیگه. شمارش رو بهت میدم. ردش رو برام بزن. چرا این کارو بکنم جناب سرهنگ؟ چیزیش شده؟ انشالله که چیزیش نشده. چشم جناب سرهنگ، پس یه ایمیل رسمی میزنم و کارمو شروع میکنم. به هیچ کسی ایمیل نمیزن. یه موضوع شخصیه. این کارو از روی رفاقت برام بکن. باشه جناب سرهنگ، اما یکم وقت گیره. هر چقدر سریع باشی همونقدر بهتره. منتظر خبرتونم. میرم چند جای دیگرم بگردم. منم باهاتون میام جناب سرهنگ. شما به کارتون برسین. خداحافظ. اگه یه ذره وجدان داشته باشی دیگه پاتو اینجا نمیذاری. هنوز نتونستی باهاش حرف بزنی؟ درو باز نمی کنه. اون اصلا به حرفام گوش نمیده. یوسف منتظرمونه اما ما تا هنوز نتونستیم با هم کنار بیاییم. همش منتظرم. میترسم اینجوری یوسف امیدشو از ما قطع کنه. میدونم حال اونم مثل منه، اما اصلا نمیتونم بفهمم چرا اینجوری رفتار میکنه. سهر جون، نمیخوام بترسونمت اما این رفتار یامان اصلا خوب نیست. این آرامش قبل طوفانه. وقتی یامان اینجوری رفتار میکنه خیلی میترسم. نکنه فکر میکنه این کار اشتباهی میکنه. نمیدونم عزیزم، اما هر چیزی ممکنه. هر چیزی. اقبال، اقبال، کجایی اقبال؟ من باید برم پیش ضیافه کنم، بیدار شده.